سفر بنیامین نتانیاهو به مسقط با واکنش منفی ایران روبرو شد. آیا سلطان قابوس از جایگاه میانجی فاصله میگیرد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. سلطان قابوس مردی است متفاوت از سران منطقه. او در دعواهای منطقه‌ای و بین المللی همیشه موضعی میانه گرفته، وسط ایستاده، اغلب میانجی بوده. بارها در دعواهای ایران و غرب هم نقش میانجی ایفا کرده. در رابطه‌اش با اسرائیل هم هرگز به تندی کشورهای عرب منطقه موضع نگرفته. میانجی اسرائیل و فلسطینی‌ها در صلح خاورمیانه نبوده، اما سفر اخیر نخست وزیر اسرائیل به مسقط درست بعد از سفر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی باعث شد در این باره خبرهای منتشر شود، به خصوص که وزیر خارجه عمان گفت که باید اسرائیل را به عنوان یک کشور بزرگ منطقه پذیرفت، حرفی که مشخصاً ایران را خوش نیامد. اما آیا این به معنای آن است که سلطان قابوس از نقش میانجی و میانه همیشگیش فاصله می‌گیرد و به سمت اسرائیل و کشورهای عرب منطقه میچرخد؟ پیشتر با تندر شدن فضا علیه ایران توسط آمریکا، یک راه برون رفت همیشه از مسقط میگذشت. آیا این راه بسته شده؟ آیا مذاکره پشت پرده آن چیزی هست که آمریکا در این مقطع بخواهد؟ ایران چطور؟ و اگر این مذاکرات ممکن باشد، سلطان قابوس تا کجا میتواند یا میخواهد این راه را هموار کند؟ در برنامه امروز سه میهمان داریم: حبیب حسینی فرد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از بن آلمان، آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از نیویورک، و مهدی نوربخش، استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هریسبرگ از همین شهر در پنسیلوانیا. خوش آمد میگم به هر سه آقایون. آقای نوربخش، نظر شما در مورد واکنش ایران به سفر نتانیاهو به عمان چیه؟ به نظر شما این واکنش چگونه بود؟ واکنش عجیبی من ندیدم از طرف ایران، اما باید توجه کرد که در چه چارچوب این سفر صورت میگیره. بسیاری تحلیل کردند که نتانیاهو به هر بار رفته به عمان برای حالا ایجاد روابطی با ایران یا بحثایی که به هر بار در این رابطه شده، اما من بر این باور هستم که اسرائیل در حقیقت بعد از جنگ های داخلی سوریه یک فاز جدید رو در خاورمیانه شروع کرده و تونسته در یک دیپلماسی به کشورهای عربی بفهمونه که ایران یک تهدید منطقه‌ای هست برای اینها و این کالا رو به اونها بفروشه. میدونید که روابط نتانیاهو یا اسرائیل میبخشید با دولت عمان از گذشته، از سال 1994 که برای اولین بار ایساک رابین به این کشور میره، روابط برقرار بوده و روابط در سه تو زمینه مسائل امنیتی، تکنولوژی و اقتصاد بوده همیشه. اینه که در این چارچوب باید دید که نتانیاهو الان ایران رو کاملا در سوریه در زیر کنترل خودش داره، ایران تهدیدی برای اسرائیل به اون تعبیر نیست و تونسته که نتانیاهو در دیپلماسی خودش به کشور عربی ثابت بکنه که تنها قدرتی که در خاورمیانه میتونه در مقابل تهدید ایران بایسته اسرائیل است و اسرائیل و رابطه با اسرائیل امنیت کشورهای عربی رو در خاورمیانه تأمین خواهد کرد. یعنی میفرمایید که آقای نتانیاهو به دنبال اثبات این موقعیت در مسقط بوده، اینکه به عمان هم به عنوان یک کشور عرب دیگه منطقه بفهمونه که تنها کسی که ممکن است بتونه از عمان در قبال کشوری مثل ایران دفاع بکنه اسرائیل هست؟ در حالی خب عمان با اسرائیل عمان با ایران مشکلی نداشته هیچگاه. نه تنها با عمان، به کشورهای عربی ثابت بکنه که اسرائیل به هر بار تهدیدی برای اونها نیست. میدونید که رفتن نتانیاهو به عمان یه دری رو باز میکنه برای کشورهای بقیه کشورهای عربی که از نتانیاهو به طور مستقیم دعوت بکنن که بره به اون کشور. میدونید که الان وزیر ورزش و وزیر فرهنگ اسرائیل میر رجف الان در ابوظبی هست به دنبال مسابقه جودو. برای اولین بار هست که در یک کشور عربی انچوم اسرائیل خونده میشه بعد از پیروزی ورزشکار خودشون، سرود ملیشون. اینه که دنبال این موفقیتی که نتانیاهو تونسته کسب بکنه بعد از جنگ‌های داخلی در سوریه، داره در حقیقت روابط خودش رو گسترش میده با بقیه کشورهای منطقه خاورمیانه. میدونید که
هواپیمای نتانیاهو از آسمان عربستان سعودی استفاده کرد برای رفتن به عمان و اینها همش به هر بار معنی میده برای خودش. آقای آرامش، نظر شما چی است؟ وزارت خارجه ایران واکنش نشون داد، چندان خوشحال و راضی نبود از این سفر آقای نتانیاهو به عمان. فکر میکنید آیا این واکنش اون چیزی بود که انتظارش میرفت، تندتر از اون چیزی بود که انتظار میرفت یا آرامتر؟ نه خب بالاخره جمهوری اسلامی واکنش نشون میده به هر موقعی که کشورهای عربی یا اسلامی با کنش یا واکنشی دارن به اسرائیل. اما در مجموع سیاست 40 ساله اخیر جمهوری اسلامی در قبال اسرائیل و تا حد بسیار زیادی ایثار و فداکاری و از بین بردن اونچه که منافع ملی حساب میشه برای منافع ایدئولوژیک و منافع حزبی حاکمیتی صدمات بسیار به اقتصاد ایران زده. خیلی از تحلیلگران میگن که اگر حتی اختلافات ایالات متحده با ایران سر مسئله عربستان سعودی، سر قضیه سوریه و عراق و پاکستان و افغانستان و یمن و حتی لبنان و خلیج فارس هم حل بشه، هنوز همین هنوز اونیست که حل نشده و مشکل اصلی مونه اختلاف ایران هست با اسرائیل. و در مورد این کشور هم که اسم بردم، اتفاقا اختلاف اصلی مثلا اختلاف ایران به اسرائیل سر این کشور هست، مثل لبنان و سوریه و مثلا به حضور شما ایران در نوار غزه و حتی در کنابی باختری. نقطه آخر این هستش که در این 40 سال اخیر به خاطر این خصومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و اسرائیل و ضررهای بسیاری که جمهوری اسلامی و از اون طرف منافع ملی ایران خورده و الان میدونید که کشورهای عربی، حتی کشورهای عربی که موقع پرچمدار مبارزه علیه اسرائیل بودن، کم کم یا دارن با در جبهه ارز کنم بزرگ شما ضد ایران قرار میگیرن یا در جبهه اسرائیل یا هر دو. و به خاطر همین این کاسه از آش داختن بودن دورش دوباره داره توی چشم منافع ملی ایران میره. ولی عمان به عنوان کشور بی طرف، همونطور با سلطان قابوس به عنوان کسی که همیشه یکی به نهل زده و یکی به میخ، اینجا نشون میده که به عنوان یک میانه روی دنیای عرب، او هم در پی خصومت بیش از این دیگه با کشور اسرائیل نیست. یعنی آقای آرامش، برداشت شما این هستش که این سفر به معنی این هست که سلطان قابوس به نوعی داره میچرخه به سمت همون ائتلافی که شما صحبتش رو کردید؟ لااقل اگر به اون سمت هم نچرخد و به صورت 180 درجه، این که رئیس دولت کشور اسرائیل، اونم نه هر رئیس دولتی، رئیس دولت حزب لیکودی اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو با خانومش برون و با رئیس حکومت، با رئیس کشور عمان دیدار بکنن و دست بدن و مهمانمون باشن، خب بالاخره این فقط سمبولیکی نیست. بله آقای حسین فرد، شما مدت هاست که تمام تحولات این منطقه رو از نزدیک دنبال میکنیم. بیدونیم که چند ماه پیش فشار زیادی روی سلطان قابوس بود برای اینکه جلوی ارسال اسلحه به حوثی ها از طریق آبهای تحت نظر او گرفته بشه و به نوعی این اتفاق ظاهرا افتاد. فکر میکنید که آیا میشه اون رو هم گذاشت کنار این اتفاقات و تحولات اخیر و به این نتیجه رسید که سلطان قابوس تحت فشار ائتلاف عربستان و به نوعی اسرائیل و آمریکا داره از ایران فاصله میگیره؟ نه لزوما، داره بازی میکنه. یعنی تاکتیکای مختلفی رو به کار میگیره، به خصوص که سلطان قابوس به خصوص شطرنج باز قهار در عرصه سیاسی، هم خودش هم آقای یوسف بن علوی وزیر خارجه. در نظر بگیریم که حتی چند ماه پیش اعلام کرد این اصلا اون کمپ ضد تروریسمی که عربستان راه انداختم حتی میپیونده. ولی رابطه ای که با ایران داره رابطه تاریخیه. در نظر بگیریم که صرف نظر از این که تاج تختش آقای سلطان بن قابوس به اصطلاح مدیون حکومت شاهه و بعدش هم به غیر از دوره جنگ ایران عراق رابطه نسبتاً قوی و محکمی داشته، از یاد نبریم که در همین دوران بحران اتمی تو اسناد ویکیلیکس ما میخونیم که آقای یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان در همون زمانی که ملک عبدالله به آمریکایی‌ها توصیه میکنه برید سر این افعی رو بزنید و توصیه میکنه به حمله به ایران، آقای بن علوی تو اون اسناد میگه که ایران اتمی هم لزوماً باعث بی‌ثباتی در منطقه نمیشه و میشه تحملش کرد. سال 1388 تو اوج بحران ریاست جمهوری در ایران و اون تظاهرات این حرفا، سلطان قابوس
علیرغم اینکه از اول انقلاب اصلا سفری به ایران نداشته، تو اون اوج اون بحران بلند میشه میره ایران و خیلی حکومت اسلامی استقبال میکنه که این نشون دهنده ای که ما همچنان در منطقه اعتبارمون حفظ کردیم. و همه این دلایل و الان هم واقعیتش اینه که سلطان قابوس رابطه با ایران رو یه مقداری در خدمت این میگیره که نتونه عربستان سعودی آنچنان فشار برش بیاره، یعنی به عنوان یک عامل توازن مناسبات و وضعیت خودش در نظرش میگیره، ضمن این که ایران رو لازم داره که تا حدودی ثبات در اون مثلا تنگی هرمز برقرار بشه. تنگی هرمز خیلی اهمیت حیاتی داره با توجه به اشرافی که عمان در این تنگه داره، که ایران کاری نکنه که بی ثبات بشه، چون بیش از همه دودش در چشم عمان میره. و همه این دلایل و نوع مذهبی هم که در این کشور حاکم ربطی به سنی ها نداره، این چیزای تاریخی باعث میشه که آنچنان این رابطه‌ای که با ایران داشته مخدوش نشه. اینم اشاره بکنم که اون علارغم که آقای قاسمی سخنگوی وزارت خارجه یه مقدار لحن منفی گرفت و گفت که باید مواظب باشن کشورها که به اصطلاح خودشون صهیونیست تفرقه ایجاد نکنن در بین مسلمان‌ها، به نحو قابل توجهی آقای عبداللهیان مشاور و آقای علی رادجانی رئیس مجلس سخنش این بود که نه، سلطان قابوس و عمان دارن به نفع فلسطینی های موازی رو میگیرن و حتما منافع فلسطینی ها رو مد نظر خواهند داشت در این مذاکرات با اسرائیل. صحیح. بحثی که همیشه در مورد عمان و سلطان قابوس مد نظر هست، اون نقش میانجی هست که بارها در روابط ایران و آمریکا و ایران غرب ایفا کرده. آیا آقای حسینی فر فکر میکنید الان زمانی هست که دوباره عمان در این نقش فرو بره؟ چند روز دیگه مونده به دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران که گفته میشه تحریم های بسیار سخت گیرانه ای هست. آیا ممکن هست که الان طرفین به یک راه گفتگو از عمان فکر بکنن؟ برخی صحبت که در ایران میشه، برخی از نماینده های مجلس و افراد وابسته به جناح تندرو اعلام میکنن که همچنان مذاکراتی بین دو طرف جریان داره و میگن اتفاقا هم در همین عمان جریان داره، دائما وزارت خارجه به اصطلاح خودشون متهم میشه که در این مذاکرات شرکت داره. ولی با توجه به اینی که آمریکایی‌ها همچنان توی این خط و ربط هستن که ماکسیمال خواستها یا ماکسیمال تقاضاهاشون رو برآورده بکنن، هنوز فکر میکنن که ظرفیت وجود داره که ایران رو تا حد ممکن عقب برونن، به اصطلاح تضعیف بکنن و در یک موقعیت بسیار تضعیف شده تری به پای میز مذاکره بکشونن، وگرنه مثلا مسقط همیشه این آمادگی رو داشته که بین دو طرف مذاکرات راه بندازه. اینی که ایران میخواد، طبیعیه که ایران خواهان مذاکره هستش، البته خب نه با شرایطی که لزوما آمریکایی‌ها میخوان، ولی آمریکایی‌ها فکر کنم تو این شرایط همچنان هنوز آماده مذاکره نیستن. آیا آرامش، پیش از این آقای حسینی فر اشاره کردن که بعضی از نمایندگان مجلس اشارهشون احتمالاً با آقای کریمی قدوسی است که گفتند که وزارت خارجه داره با آمریکا در عمان مذاکراتی میکنه. وزارت خارجه در یک بیانیه پنج بندی این رو رد کرد، به شدت گفت که ما اصلا چنین کاری نمیکنیم، مثل همیشه حرفای آقای خامنه ای رو تکرار کرد که قصدی برای مذاکره با آمریکا نداریم. اما از طرف دیگه آمریکا چقدر علاقمند به مذاکره به ایران با ایران هست در شرایط فعلی؟ میدونیم که آقای ترامپ آدمی نیست که علاقه به کارهای پشت پرده داشته باشه، علاقمند هست به نمایش عمومی همه کارهایی که میکنه. الله علم، یعنی خدا میدونه. شما سال پیش میگفتید که همین موقع سال پیش اگر شما میفرمودید که چند ماه آینده ایالات متحده و کره شمالی آقای ترامپ و کیم جونگ اون هم دیگه رو میبینن و دست میدن و هم دیگه شام میخورن و اون به اون میگه که من از تو دوست دارم فلان و فلان، از این حرفا اصلا کسی چه باور نمیکرد، ولی دیدین که چقدر سریع همه چی عوض شد. معادل البته با ایرانی مقداری هم فرق میکنه، بخاطر اینکه سیاست خارجی ایالات متحده در قبال ایران فقط بحث از بزرگ شما متحدین مثلا مثل کره و ژاپن نیست، بحث اسرائیل و عربستان و سعودی هم هست، بحث متحدین دیگه عرب امریکا در خلیج فارس هست و حتی در شمال افریقا مثل مصر. به خاطر این مقداری قضیه فرق میکنه. به اضافه اینکه اونچه که نرمش قهرمانانه یک شبیه آقای کیم جونگ اون بود رو بعید میدونم رهبریت اون بال در رأس هرم قدرت در ایران بتونه دوباره اونقدر انعطاف قهرمانانه خودش نشون بده. سوم هم این که بعد از کشیدن بیرون از برجام توسط ایالات متحده به مقدار خیلی زیادی اون سرمایه سیاسی آقای روحانی و آقای ظریف که بسیار بر مبنای گرفتن برجام و رونق اقتصادی که قول داده بودن به خاطر برجام بود، دیگه اون مقدار گرفته شد. حالا
اینکه دولت آمریکا چقدر مایل هست که بیاید با ایران مذاکره بکنه، صحبت نیست که مذاکره سر چی، یکم، و دوم اینکه با چه شرایطی بخواد بیاد مذاکره کنه. اگر اون شرایطی هست که آقای پامپئو اون 12 شرط و بعد اون 4 شرط دیگری که گفت بخواد، خب اون دیگه جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی نیست، یعنی ماهیتش کاملا عوض شده. جمهوری اسلامی که از گروه های فلسطینی و ضد اسرائیل حمایت نکنه، از گروه های حزب الله حمایت نکنه، نمیدونم جمهوری اسلامی که مثلا در حتی داخل ایران فشار روی حجاب نیاره، خب بیگم ماهیتش ماهیت جمهوری اسلامی نیست، میشه یک جمهوری کشور یک حکومت کاملا دیگه. و نکته آخر اینه که آیا در ایران به خصوص اونهایی که الان در مسئله قدرت هستن در حاکمیت شاید مایل نیستن که با هم بیان سر میز مذاکره، چون احساس این میکنن که اگر به سر میز مذاکره بیان از سر ضعف هست که دوباره بر اونها فشار دوچندان خواهد آمد. آقای نوربخش، ما همیشه وقتی خبردار میشیم که بین ایران و آمریکا مذاکراتی پشت پرده بوده که ماها گاهی سالها گذشته، چون معمولا همونطور که از ماهیت اینجور مذاکرات برمیاد رو که نمیشه، اما با توجه به وضعیتی که الان در ایران میبینید فکر میکنید چقدر ایران آماده است برای یک همچین کاری؟ گفتید که علاقه مندی هست، اما با توجه به فشارهای داخلی روی دولت برای اینکه با آمریکا مذاکره نکنه، چقدر فکر میکنید که امکان پذیر هست برای دولت یا هر بخش دیگری از حکومت ایران؟ چون بارها اتفاق افتاده که عوامل نزدیکتر به خود آقای خامنه‌ای چنین مذاکراتی رو پیش بردن. ولی من فکر نمی کنم در حال حاضر چنین آمادگی در ایران باشه، به خاطری که صحبت آخر را آقای خامنه ای کرد و الان حداقل برای این زمانی که ما درونش هستیم چنین کنش در ایران نیست. اما من برمیگردم به سوال گذشته شما که آیا اصلا میشد با آمریکا وارد مذاکره شد. من 100% اعتقاد دارم که با آمریکا میشد وارد مذاکره شد، هنوز هم میشد وارد مذاکره شد. یکی از بحثایی که ترامپ کرارن کرده بحث اینه که ما نمیخوایم اجازه بدیم که ایران بمب اتم داشته باشه. خب ایران که خودش ادعا کرده که نمیخواد بمب اتم بسازه، اگه یه چنین در حقیقت یه چنین تعهدی رو ایران بده، ایران بیاد اعلام بکنه که آقا ما در 50 سال آینده نمیخوایم بمب اتمی بسازیم، ترامپ بیشتر از این، درسته که آقای پامپئو یا بقیه شروطی گذاشتن، اما اون شروط غیر از یکی دو تا از اون شروط که ایران میتونه روش سرمایه گذاری بکنه و به نتیجه برسه، بقیه چیزای سابجکتیو، بقیه چیزایی نیست که به هر بار حالا راجع به مثلا حقوق بشر صحبت میکنن. خب این کاری که الان عربستان سعودی کرده، این که از نظر حقوق بشر چطوری آمریکا میتونه بر ایران فشار بیاره وقتی که قاشقی به اون وضع فجی در ترکیه کشته میشه. اینه که من همیشه فکر کردم، همیشه هم به دنبال اون فکر میکنید ایران بارها اینو گفته، ایران بارها و بارها گفته که ما فتوا داریم از مقام رهبری، از مراجع مذهبی، ایران قصد ساخت بمب نداره، بارها این رو گفته. والا گفتن یک بحثه، گذاشتن در درون یک دونه قرارداد یک بحث دیگه است. میدونید که یکی از بحثایی که ترامپ داره اینه که در پایان دوره برجام 2025 ایران میتونه به هر بار مقدور خواهد بود که بمب اتم بسازه. ایران اگه وارد مذاکره با ترامپ بشه سر همین، به نظر من این رو به ترامپ بدن، پیروزی بزرگی برای ترامپ خواهد بود. ایران در این رابطه هیچ شکستی رو متوجه خودش نمیبینه و نمیشه دید، و من فکر میکنم مذاکره از اونجا شروع بشه، به خاطری که تحریما دارد میاد. همین الان برای ماه آینده پردیکشن یا پیشبینی این هست که از 2.5 میلیون بشکه نفت تقاضا به 1.6 میلیون داره در ولی آقای نوربخش، اونایی که مخالف مذاکره هستن با آمریکا که تعدادشون هم زیاده، صداشون هم الان خیلی بلنده در ایران، کسانی هستن که میگن که آمریکا مذاکرات برجام رو بعد از سالها وقت و مذاکره و اینکه یک به هر حال توافق بین المللی بود به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید، زیر پا گذاشت و آمریکا قابل اعتماد نیست. این حرف اونهاست. چرا باید ایران دوباره تن بده به یک مذاکره با آمریکا در شرایط؟ در دیپلماسی هیچ وقت ما روی اعتماد و اطمینان تکیه نمی کنیم. دیپلماسی عرصه مذاکره است، عرصه بدوبستانه. بله، دولت ها در آمریکا عوض میشن. ما خودمون این فرصت تاریخی رو به اوباما از دست دادیم. یادتون میاد دیگه؟ بله. که اوباما
اگه ما مذاکرات اتمی رو از ابتدای دولت اوباما باهاش شروع کرده بودیم، الان یه سری روابط و ضوابط نهادینه شده بود. رهبری جمهوری اسلامی اجازه نداد که چنین کاری صورت بگیره. درست در دو سال آخر اوباما وقتی که آقای روحانی انتخاب میشد این کار میشه، و یه چیزی معادل یک سال بعد از برجام هست که هیچ چیزی نهادینه نشده. اینه که نه، من اصولا در ایران بله بسیاری مخالف هستن، اما در عرصه در حقیقت دیپلماسی شما هیچ وقت فکر اطمینان و اعتماد نمیتونید بکنید. عرصه هست که شما در اونجا عرصه بدان بستانه، و من مطمئن هستم میدونید که در آمریکا دو تا کنش در شرایط فعلی هست. یک کنش، کنش خود ترامپ که حوصله صبر کردن نداره، میخواد به یک نتیجه برسه، نتیجه بسیار زود. کنش دیگر مال نتانیاهو است که اونها میخوان که ایران رو ناتوان بکنن، اقتصاد ایران رو فروپاشی بکنن، و ایران و از این نگران هستن که ترامپ هر بار قبول بکنه که با ایران وارد مذاکره بشه. اینه که به این دو تا کنش باید نگاه کرد، باید فکر کرد منافع کشور ما در کجاست در شرایط فعلی و دنبال اون منافع بریم. آقای آرام، شما این کنش هایی که صحبتش شد رو قبول دارید؟ آیا فکر میکنید که کدومی که از اینها، اگر که شما هم به همین ها اعتقاد دارید، صد دست بالا رو دارن الان در سیاست آمریکا؟ اتفاقا تا مقدار بسیار زیادی با نکاتی که ایشون فرمودن موافقم. اینکه خیلی اینجا ما به شدت گفتیم که هیچ دولت دیگه مثل دولت آقای اوباما، حتی دولت دیگه دموکرات هم اینقدر در مقابل جمهوری اسلامی انعطاف نشون نخواهد داد. به خاطر همین اصطلاح فارسی که میگن از خر شیطون باید اومد پایین، جمهوری اسلامی باید در همون اول از خر شیطون میاد پایین، و اگر میخواست توانی امتیازی از ایالات متحده بگیره اون موقع میگرفت، و همونطور که شما فرمودن این سری امتیازات نهادینه میشد، و اینطوری نبود که بعد از کمتر از یک سال رفتن حالا دیگه اینها گذشته. آقای آرامش، آیا فکر میکنید از اینجا به بعد ایران این امکان رو داره که بخواد یک دوره دیگه مذاکره با آمریکا رو آغاز بکنه، چه پشت پرده چه مقابل دوربین؟ امکان هست ولی احتمالش پایینه. امکان که هست بله، ولی احتمالش پایینه. یکم و دومی که مشکل جمهوری اسلامی در ایالات متحده با مسئله آقای ترامپ نیست. حالا هفته بعد انتخابات میان دوره است، فرق دموکرات ها سر مجلس نمایندگان هم بگیرن یا هر دو مجلس نمایندگان و سنا رو هم در دست بگیرن، باز مسئله ایران فقط مسئله جمهوری خواه یا مسئله آقای ترامپ نیست. مسئله ایران یک مسئله است که نهادهای قدرت و در این 40 سال اخیر به خاطر مقادیر زیادش هم رفتارهای خود جمهوری اسلامی با او مشکل داره. فقط میگم یک حزب یا فقط اسرائیل یا فقط عربستان سعودی یا جمهوری خواهی دست راست فلان نیستن. اینجا هم در ایالات متحده حتی دموکرات هایی هم که صحبت میکنن از مذاکره با جمهوری اسلامی صد دل خوشی از رفتار جمهوری اسلامی ندارن. بخاطر همین یا مسئله فقط برای آقای ترامپ نیست یا احتمال مذاکرات پایین است، ولی بله خب امکانش هست. آقای حسینی فرمان، میخوام شما این بحث رو برای ما جمع‌بندی بکنید. با توجه به اینکه میدونیم آقایون اشاره کردن به اینکه ایران فرصت سوزی کرده در آغاز دوره آقای اوباما، اما شرایط هم الان خیلی فرق داره با اون سالها. منطقه به نوعی چرخش 180 درجه‌ای کرده علیه ایران، و عربستان خیلی در رو با ایران مسئله داره. اون موقع ممکن بود مسئله داشته باشه، در اسناد ویکی‌لیکس صحبت‌هایی شده باشه، ولی در ظاهر دست کم اینقدر فضا تند و تیز علیه ایران نبود. آیا شما فکر می‌کنید کشورهای منطقه، عربستان، اسرائیل، اجازه مذاکره دوباره بین آمریکا و ایران رو خواهند داد؟ خب باید چیز در نظر گرفت. بحران ایران با غرب، با به خصوص آمریکا، اصولا نه با پرونده اتمی شروع شده و نه با اون میتونست بسته بشه. یعنی یک توهم بود که این برجام رو خیلی در کوبیدن که دیر میره که ایران انتگره بشه تو سیستم جهانی، رابطش با ایران آمریکا، برجام های دو و سه بیاد از این مسائل. واقعیتش اینه که حتی دوران آقای کلینتون هم که فرض کنید ما اون تحریم های آقای داماتور رو داشتیم و این صحبت ها، که اصلا بحث اتمی نبود. بحث اصلی در مناسبات خارجی جمهوری اسلامی که باعث این بحران ها و این مناقشات، نوع نگاهیه که به موجودیت اسرائیل تو منطقه داره. یعنی تنها کشوری در جهان که شعار نابودی میده و این جزئی از دکترینش، حالا حتی به صورت ظاهر هم که شده تو عرصه شعار هم
که باشه رسما اعلام میکنه که هر نیرویی که بخواد مسلحانه علیه اسرائیل به جنگ میتونه روی با کمک ما حساب کنه. ما به مسلح بودن نوار غزه صرفا اکتفا نمی کنیم و ترجیح میدیم که کرانه باختری هم مسلح بشه. واقعیتش اینه که این نوع نگاه به موجودیت اسرائیل عملا پاشنه آشیل کل سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. اون که حالا عربستان هم این وسط اومدن، در اصل بگیم ظرف این 40 سال رابطه با عربستان خب نوسانات مختلفی داشته، رابطه گرم شده، عادی شده، دوباره برگشته. این تیمی هم که سر کار لزوما ببینیم که الان یه مقداری با مشکل مواجه شده تو این تندرویش. مقوله رابطه ایران و عربستان رو در نهایتش ما باید زیر مجموعه رابطه ایران با اسرائیل و غرب تعریفش بکنیم. یعنی اگر ایران بتونه این لابی اسرائیل، خود اسرائیلیا رو با سیاست، با تغییر در سیاستش در منطقه به اصطلاح به اونا رو به تغییر واداره، آرامششون بده، بدون اینکه لزوما لازم باشه که حتی اسرائیل به رسمیت بشناخه. مگه 40 تا کشور دیگه که در جهان اسرائیل به رسمیت نمیشناسن، فقط اونا که شعار نمیدن، که شعار نابودی نمیدن، رابطه ای هم ندارن، کسی هم کاری به کارشون نداره. در منطقه حتی ما یه موقعی پاکستان صاحب بمب اتمی شد، کسی هم آنچنان ککش نگزید، یعنی به خاطر اینکه شعار اسرائیل و علارغمی که مثلا توازن قدرت در منطقه به هم خورد. ولی این نوع سیاست عروج کرده که جمهوری اسلامی و تهران داره رو اون کشوران نداشتن. از این جهتش اگر ایران بخواد مسئلهشو با غرب حل بکنه، نه احیای دوباره برجام مسئله رو حل خواهد کرد، نه رفتن تو مسائل مربوط به سایر مسائل جزئی که به نوعی به اسرائیل مربوط نشه. الان ما می‌بینیم که شاکله اصلی این فشاری که داره میاد عمدتاً کنگره است، عمدتاً خود اسرائیلی‌ها هستند، عمدتاً اینها رو باید جمهوری اسلامی تصمیم اساسی در این رابطه‌ها بگیره. متشکرم حبیب حسینی‌فر، آرش آرامش و مهدی نوربخش، ممنونم که در این بحث شرکت کردید. ممنونم از شما که با این صفحه دو همراه ما بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت BBC در دسترس شماست، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدد ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه، شناسه توییتری ما هست @bbcpage2. اگر علاقمند هستید میتونید پادکست برنامه رو روی اپلیکیشن پادکستتون با جستجوی کلمه صفحه به فارسی در کنار عدد 2 پیدا بکنید و مشترک پادکست این برنامه بشید. برنامه در صفحه فیسبوک ما هم در دسترس شماست، facebook.com/bbcpage2. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب روزتون خوش.